از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ این سوالی است که تمام فیلسوف های جهان هستی به دنبال همین یه بیتن. اما در ابیات عرفا و اهل تصوف اسراری نهفته است که اگر مردم کره زمینی این اسرار را بفهمند، شروع به قتل عام یکدیگر خواهند کرد. اسراری که فقط در برنامه ریستارت بعد از صدها سال در حال فاش شده است. براستی این چه اسراری است که اگر مردم کره زمین بفهمند، نه تنها هم دیگر را خواهند کشت، بلکه قطعا هم دیگر را خواهند کشت. از کجا آمدم؟ از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ چیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بالا پر. پس از کجا آمدم؟ از جمادی مردم و نامی شدم، به کجا می روم؟ حمله دیگر هر کلمه اهل تصوف و عرفان دریا و اقیانوسی از تفکر. حمله دیگر بمیرم از بشر. پس از کجا آمدم؟ جمادی مردم و نامی شدم، آمدنم بهر چه بود؟ حمله دیگر بمیرم از بشر. بهر این بود تا برآرم از ملائک بال و پر. پس از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ خوش آمدید به 191 برنامه ریستارت. از اینکه برنامه ریستارت در بین حیوانات کره زمین در حال پخش است افتخاری است برای من و تو. خوش آمدید مای فرند، ویلکام تو ریستارت. خوش آمدید به برنامه ریستارت، به 191 برنامه ریستارت که تقدیم شما ریستارتی‌های عزیز و دوست داشتنی و دیگر غیر ریستارتی‌های شاید. سوالای بسیار عمیقی پرسیده میشه همیشه و اسراری که در این برنامه فاش میشه متاسفانه تا وقتی که نریم جلوتر این نمیتونه باز بشه. یعنی هرچی ما میریم جلو این برنامه به سمت تکامل حرکت میکنه. عرضم حضور شما که عمق اقیانوس عرفان و تصوف بیشتر باز میشه. یکی میگفتش که آقای حسینی در برنامه ریستارت رسما اعلام کرد که مردم کره زمین حیوانن. نمبر وان، من همچه حرفی نزدم. من گفتم تمام دانشمندان، فیلسوفان،
تمام کسانی که در علم ژنتیک اطلاعات دارن، تمام عرفا و اهل تصوف، مولوی و سعدی و حافظ، بزرگان تاریخ بشریت، هر کی که اسمش در جهان وجود داره رسما اعلام کرده که مردم حیوانن. ما فقط اومدیم گفتیم آقا نظریه داروین درسته که مردم کره زمین نسلشون از 11 حیوان متفاوت که یکیش هم میمونه تولید شده. این علمه که نمیشه باش مخالفت کرد که. تا کی میخوای سرت بکنی اون تو نفهمی موضوع رو؟ تا کی میخوای سر خودت کلا بذاری؟ تا کی میپری وسط دوتا پلیس میگی منو کجا میبرین؟ از کجا آمدی؟ حیوانی؟ داروین میگه از کجا آمدی؟ حیوانی؟ دانشمندان جهان دارن میگن شما حیوانی، شما نیدارم چرا خودتون میندازی وسط و تفسیرهای عجیب میکنی. رازی که در جهان هستی وجود داره اینی که ادیان و بی خدایان و حکومت ها برای اینکه از توی حیوان سواری بگیرن نمیخوان بگن تو حیوانی، چون اگر بفهمی حیوانی دنبال اینی که پس حیوانی پس تو چی میشی، از کجا اومده ای رو نمیخوان بسید توضیح بدن. هی گهگداری عرفا توضیح میدن نمیفهمی. پس من نگفتم که انسانهای کره زمین حیوانن، من گفتم دانشمندان میگن همه حیوانن، من تصحیح کردم که بعضی از ماها حیوان نیستیم. یعنی من مثل موساوار تازه باید بیه تشکر کنی یک گروه چند میلیون نفری رو از این میلیارد نفر جدا کردم، گفتم اینا حیوان نیستن، بقیه حیوان. من ناجی این چند میلیون هم دیگه حداقل. و دو، توضیح دادم درسته همه مردم کره زمین طبق نظر دانشمندان، باخردان، اندیشمندان، همه کسانی که شما از صبح تا شب سجده میکنید دم باسنشون، به قول نیچه، شکسپیر، ویل دورانت، به قول اینا همه تون حیوان. پس درس اول اینه که اصلا باید اینو باور کنید، باید یک بار بشینی روبروی خودت بگی آقا ما از نسل حیوانیم، از کجا آمدیم؟ از حیوانات. آمدنمون بهره چه بود؟ بعد اون مسئله رو بفهمیم. عرفا در طول تاریخ اینو گفتن. حالا شما فکر کنید فقط داروین گفته؟ گاویست در آسمان و نامش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین، چشم خردت باز کن و خیام نیشابوری. چشم خرد یعنی چشم دل باز کن، بعد از خرد دریچه‌ای باز میشه به نام چشم دل. چشم خردت باز کن از روی یقین، چون این سه تا مصرع رو نفهمیدیم یه بار دیگه میخونم. خیام نیشابوری که صبح میرید دلا میشید خیام، آتیسا برمیدارن خیام ما. بدبختی عرفا هم اینه که هر کسی از زن خود میشه یارشون، قاطقورت میکنه این وسط. یقین یعنی ایمان، یعنی مطمئن باش، شک نکن. لا ریب فی یهودل، لا ریب، شک نکن، به قول این آخونده شک نکن. خیام نیشابوری، گاویست در آسمان و نامش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین، چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. خیام میگه شما خری، شما حیوانی، به من فوش میدی؟ من که خب چیزی نمیگم، من دارم اسرار بزرگ عرفان رو باز میکنم. پس شما انسانهایی که در کره زمین دارین زندگی میکنی، اولین چیزی که باید بفهمید که حیوانی، واقعا حیوان ناطق. خودتون میگین حیوان ناطقین، خودتون میگین آدم ابوالبشر، یعنی آدمی که پدر بشره، بشر یعنی بشارت دهنده،
پدر ابوالحیوان، اگر اینو بفهمیم خیلی مطالب رو میفهمیم. سعدی گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار. سعدی قشنگ میگه خور و خواب و خشم و شهوت، هر چی که در انسان هایی که الان انسان نماها حیوانات هست، همین حیوانات هست، خور و خواب و خور خواب میاره، خور زیاد خواب میاره، علمی هم هست، خور خواب میاره، خور زیاد خواب میاره، خواب زیاد، خور و خواب زیاد، خور و خواب و خشم میاره، خور و خواب و خشم زیاد شهوت میاره، خور و خواب و خشم و شهوت شقت میاره تو بدن، یعنی کودتا میشه تو بدن، یعنی تو بعدن مردم میریزن تو خیمون، دیدیم دیریم دیم دیریم دیریم دیم، درود بر این، مرگ بر این، احمقن مردم دیگه، احمقن، نه هدفی نه کجا آمدن، چرا میخوان رژیم عوض کنن و بعدش میخوان چی بذارن، چی نمیدونن، شقب میاره. حالا شقب سرطان تولید میکنه، از اینجا سرطان تو این لایه است. شقب که میشه هیجانات زیاد میشه دیگه، سیستم ها شروع میکنه تولید گلوبول های سفید تو بدن، نه این گلوبول سفیدی که تو جسم، گلوبول سفید دیگه هم داریم، و اون شروع میکنه به کشتار این ویروس ها. شقب است و جهل و جهل میاره. پس وقتی که شقب میشه مردم نمیدونه برای چون تو خیابون، این سعدی میگه دیگه، چرا میان تو خیابون شقب میارن؟ چون خور خوابشون یا کم میشه به شدت یا زیاد میشه. پس کم میشه یعنی زیاد میشه، دقیقا کم میشه یعنی زیاد میشه. میشه بپرسم یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده است، یعنی افراط میشه و تفرید میشه. یعنی اگر شما با روزی یک دفعه غذا خوردن سیر میشی، دو دفعه میخوری افراطه، اگر نیم غذا بخوری تفریطه. جفت چقب تولید میکنه، بجز صراط المستقیم و این آخوندا، بجز اون مرحله‌ای که شما به اندازه‌ای میخوری که میخوری، به اندازه‌ای حرف میزنی که میزنی. پس خور و خواب با خشم و شهوت چقب میاره، جهل میاره، ظلمت، حیوان. هر کدوم از اینا در تو نیست دست بلند، اگه هست حیوانی. حیوان خبر ندارد، فعل مفرده، میتونست بگه حیوان خبر ندارند. علکی حرف نمیزنه سعدی، که علکی حرف نمیزنه که، آخوند سر کوچه‌تون نیست که، شاسکوری مثل مکارم و نمیدونم صافی و اینا نیستن که، کشیش سر کوچه‌تون نیست که، سعدیه، سعدی، 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 یعنی از صبح تا شب دلا میشی سجده، سعدی، سعدی. همین تویی که الان میبینی این قارت قورت میکنی، سرطان که میگیری اون دکتره، دکتره میشه دکتر. قبلا تو اون خیابون رد میشه دکتره نمیدیدی، دغدغه فهمیدن دکتر نداشتی دیگه، سرطان که میگیری این دکتر، اون دکتر، وای دکتر، میفهمی دکتر خوب میفهمی. سرطان روحی که بگیری سعدی رو میفهمی. الان برای همین میگم سعدی تو اینجوری، بله سعدی، سعدی بزرگ، چون سرطان نداری. سرطان روحی که بگیری وقتی میگیم سعدی گریه میکنی، حرف نمیزنی، سعدی دیگه گریه میکنی فقط. پس آقای خیام میگه مشتی خر این زیر و زبر ببین، هیچی دیگه نیستن. قافلی را شنیدم که خانه ای رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند، بی خبر از قول حکیمان که گفتن هر که در خدا، هر که خدای را عز و جل بیازارد تا دل خلقی به دست آورد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا خار مادرش ببخشید، تا دهار از روزگارش در آورد. تموم شد کل تفکرات حکومت داری رو توی یه داستان توضیح میده. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر است. اینجا سعدی تایید میکنه که خیام منظورش چیه، چون خیام میگه مشتی خر بین، خر رو اینجا توضیح میده. جناب آقای سعدی همه اینا چسبیده به هم، حرفای اینا همه با هم مفهوم داره، علکی حرف نمیزنن، یه چیزی میدونن میگن. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. گاوان و خران باربر دار، به زادمیان مردم آزار.
پس کی بین شما خرید؟ شما گاوید، شما حیوانید؟ من؟ آف کورس که نه. عیسی میگه در تورات، در انجیل، در قرآن گفتن. در انجیل توضیح داده، عیسی گفته من انسانم، پسر انسان. تمام مسیحای کاتولیکن، هر کسی که توی نگرش عرفانی داره، فرق نمیکنه، پروتستان، ارتدوکس، فرق نمیکنه، میدونن که جمله رو میدونن، میگن همه حیوانیم، همه گوسفندیم الا پسر انسان که عیساست. قشنگ داره میگه، قشنگ تو تورات، تو انجیل داره میگه، تو قرآن هم به این مسلمانای احمق گفته 10 بار 100 بار. اول قرآن سوره بقره است که طولانی ترین سوره است، یعنی ای گاوانی که داریم گوش میکنیم برنامه رو، سوره بقره، سوره گاو از همه طولانی داره. یعنی محمد ابن عبدالله که نمیتونست بگه آه یابو، های گاو، های خر، مثل مولوی نبود محمد، محمد این سعدی بود. ایلیا ابن عمران بعدیش این مولوی بود، میگفت من خالق آسمان و زمینم یابو. همه عرفا که فشخار مادر ندادن که قرار نبود اصلا یه سال پخش بشه از اون اول، نه 500 سال دارن هی به شما میفهمونن نمیفهمید. بعد ریه سارت پخش شد، گفت بزن خوار مادر سرویس کن، گوش نکن دیگه. به ما میگه حیوانی و چی؟ اول قرآنتون سوره بقره، بقره طولانی تره، قشنگ هم توضیح میده، سوره بقره، سوره گاوان. و مردم میشینن و محمد چون روش نمیشه بگه یابو، گفت خدا فرموده، یعنی انسان کامل. این قرآن که مال خدا نیست که، انسان کامل یعنی صوفیسم دورش به زبان عربی، چون خودش عربی بوده به این عربی حرف زده. شعیب در کوه طور جای آتش با موسی حرف زد، یعنی موسی رفت کوه طور یه آتش دیگه، منم خدای تو. آتش دروغ گفت؟ نه. تلپاتیه؟ نه. وصل شد توسط بلوتوت شعیب به آتش، آتش گفت منم خدای تو. گفت چرا؟ گفت تو دنبال آتشی شاسکو، تو دنبال خور و خوابی، تو دنبال آتش بودی که بری بلا زنت ببری، دنبال هرچی هستی از کوزه برون تراوت موسی همونی، تو اونی، تو بهتر از اون نیستی. بعد ها موسی فهمید شعیب، این بازی ها بوده شعیبه. بعد ها محمد ابن عبدالله فهمید که صوفیسم جبرئیل فرستاده، ربطی به گاد نداره، به هو. آقای صوفیسمش آدم دوره آقای برده، یک آدم بسیار مهربانی بود، یک تن از ستن اون دوره هم اصلا تو عربستان نبود، یک تن از ستن اون دوره بحیرا بود، یک مسیحی بود در یه طرف دیگه، تو عربستان نبود، یک تن از ستن اون تاریخ. آدم مؤدبی، گفتش که آقای محمد الان به اینا بگی شما گاوین، بگین عرب ملخور، عرب نمیدونم فلان، عجم گاو، عجم ایتالیایی احمق، ایتالیایی یابو، اینا میرن. گفت چیا؟ گفت یه سوره می نویسیم به نام بقره، هر چی حرف داریم اون تو میزنیم، آهای بقره یعنی گاو، آهای، حرفش هم به زبان بقره حرف زد. سعدی هم به زبان خیلی ساده قشنگ گفته باب اول در سیرت پادشاهان، چقدر مؤدب، خان قشنگ نگفته بر سیرت کسافتان، اینطوری نگفته، این قشنگ پادشاهان توضیح داده، همه گفتن. پس اولین چیزی که مردم کره زمین بدبختان نمیدونن اینه که حیوانن، و تا وقتی که اصول دین رو پاس نکنن این حیوانات، درسته که هر حیوانی در کره زمین میتونه به بالا بره طبق فرمول بقای جناب آقای، در اصل این شعر، شعر در اصل ترمودینامیک آماریه، به قول جناب آقای مولوی این تنازع بقا، این حرکت بقا، این تفکرات توضیح ده، گفته از جمادی، از سنگ مردم و نامی شدم، به نما یعنی گیاه تبدیل شدم. دیده اینا رو،
پس این راز خیلی مهمی داریم ما به شما میگیم. آقا باور کنید حیوانیم. خودم میارم تو که جمع ببندم فش خامده به طرف نباشه. حیوانیم آجی، ما همه حیوانیم. پس در برنامه قبل یه راز بزرگی رو فاش کردیم، گفتیم که همیشه تنها چیزی که بالا میره انسان ها، انسان نماهایی مثل من و تو، چند تا روح توشونه، تنها روحی بالا میره که روح انسانیه. پس الان این دختر همسایتون وقتی میمیره دو حالت بیشتر نداره، یا روح انسانی توش هست یا روح انسانی توش نیست. اگر روح انسانی توش نباشه بالا نمیتونه بره و مثل حیوانات میمیره. 5424 سال پیش مثل من و تو همینطور بودن، دخترها میرقصیدن روی تمیز همین شکلی بودن، پسرها هم رو میز میرقصیدن، ازدواج و تنازع و بقا و اینا، همه مردن کوشن تموم شد. 5424 سال پیش یک اتفاقی افتاد، نفخت و من روحی، فرمان آمد که من دمیدم در این حیوان به نام حوا، اولین زن کره زمین که حیوان بود، توش دمیدم و سوفیسم اختراع شد. چرا اختراع شد؟ برای نجات بقیه. چه کاری کرد سوفیسم؟ سوفیسم اجازه داد که تمام موجودات جهان این اتفاق واسه شون بیفته. یعنی وقتی که خدا در انسان دمید، یعنی در دمید، یعنی که همین دیگه، الان همه بچه که به دنیا میان پدر در مادر دمید، ساده، یعنی دمید. وقتی که دمید رو کرد به تمام ملائک، ملائک گفتن بفرمایید، گفت میخواین بار دیگر از ملک پران شوین؟ آنچه اندر وهم ناید آن شوین؟ گفتن بله. گفت سجده کنید به این موجود. ملک گفت نیا کنند، گفتن کسافتی که همه چیزش کثیفه که اصلا این موجود چجوری ما به این سجده کنیم؟ پس ملائک اونجا تقسیم شدن، شیطان سجده نکرد، یابوی گاو حیوان و چسبید به همه موجودات، همه رو به حیوانیت تبدیل کرد. پس راز اصول دین از اینجا شروع شد که خدا یه موجود آفرید. خود داستان خود تورات انجیل دارم میگم، مال خودتون دارم میگم. گفت سجده کنید، کسی سجده نکرد جز فرشته ها. فرشته ها نجات پیدا کردن، رفتن جلوتر. و اینجا اول از ساختار جهان هستی شروع کرد، یعنی از عالم ملکوت حرکت شروع شد، از جبروت آغاز شد. پس انسان، اینو میخوام بگم، روح انسان موجودیه که میلیاردها سال هست. این نما گیاها میرن دیگه نیستن، حیوانات میرن دیگه نیستن، جمادات میرن دیگه نیستن، انسانهای انسان نماها میرن دیگه نیستن، روح انسان هست، میلیاردها ساله هست. پس از جبروت این موجود درست شد، در عالم ملکوت اول عرضه شد. یعنی چی؟ یعنی اول تو فرشته ها تکلیف مشخص شد، روح کرد بهشون گفتش که سجده میکنی؟ فرشته ها مکس کردن و گفتن اوکی. گفت این چیه؟ گفت این انسان کامل، قطب عالم امکانه، این سوفیسمه، این اندشه، من توش دمیدم، من توشم. برای چی اومده؟ گفت برای اینکه بره اون حیوانات نجات بده، اون موجودات کره زمین نجات بده، آدمهای جهان هستی که انسان نما هن، حیوانان نجات بده، گیاها رو نجات بده، علف بخوره، خره خره رو نمیدم شیره بخوره، چیزی همینطور به ترتیب بیان شروع کنن، یه خوره گوسفند هم باشه اینه ایشون بخوره نجات بده کنن. اما فقط به کره زمین نبود، بالا هم چک کرد، یعنی تو عالم ملکوت هم این حرکت ها انجام شد و بعد به عالم ملک وارد شد. یعنی چی؟ یعنی اول انسان آفریده شد، بعد آفریده شد. تو اینجا کجا گذشته است؟ کجا حاله؟ کجا آینده است؟ این تکلیف حال و آینده رو باید مشخص کنیم، مشخص نمیتونیم بکنیم. پس اصول دین تحقیقیه، یعنی ملائک هم اونجا تست شدن، اصول دینه، اصول دین توحید. پس من اول باید باور کنم که موجودی وجود داره به نام هو، که یک موجودی توش آفریده میشه به نام الله، یعنی انسان کامل، توحید. بعد نبوت، پس باید قبول کنم که نبوته، یعنی یه چیزی هست. بعد معاد، پس اینا برمیگردن، اینا نمیرن، دایره است.
خوشگل من گذشته و آینده میگه انا الیه راجعون، انا لله، میگه من از اینجا اومدم میچرخم برمیگردم اینجا. این کجاش گذشته آینده است؟ این یعنی دایره، یعنی داره یک مسیری که داره برمیگره سر جاش. یعنی من بودم دارم میرم هستم، و همین خاطر در چیز میگه هستم که هستم، من هستم که هستم در مسیحیت میگه. پس ما بعد اولین کاری که میکنیم اینه که واقعا جدی بگیریم موضوع، واقعا همینه واقعا. پس شما ریسارتی هم بخوام بریم بگیم ناراحت میشن، یارو ناراحت میشه، یارو باور نمیکنه. ادیان اومدن بهشون پول دادن، کلک زدن، اینا رو گفتن بعد کار خوب میکنه میره تو بهشت. بعد حالا بعضی ریاستی ناراحت هم میشن، ما رفتیم اونجا با اون فلان کردیم فلان گفته. ریاستی ها نگاه کن واقعا بعضی ریاستی مشکل دارن. اصلا مثل اینکه مثلا ما پریدیم توی قفس شیر، شیر به ما حمله کرده، آقا اصلا شیر رو اعدام کنیم؟ ما که شیر رو نمیتونیم اعدام کنیم، حیوانی که نمیشه اعدام کرد که. به همین خاطر اون دفعه گفتن قوانین امپراتوری کوروش 70% بر اساس حیوانات ما نوشته میشه. یعنی مردم حیوانن این دیگه، اونا این بدبختا دیگه دنیای دیگه ای ندارن، دو حالت بیشتر ندونه. گزینه رو انتخاب کردن در عالم ملکوت جبروت، در عالم ملک، در تمام عوالم خدا یه قانون رسید، گفت هر کی این سوفیسم رو شناخت من نجاتش میدم. برای همین عیسی اومد گفت آقا تنها راه نجات منم، به ولاهیش که دیگه نیست. گفت هر کی اینو شناخت نجاتش میدم، هر کی نشناخت مثل بقیه حیوان مرد. توی کلمات اهل تصوف باید دقت کنید. بذار من یه دونه مطلب اینجا باز کنم، یه بار دیگه این شعر رو بخونیم ببینیم چی میفهمیم از این شعر. تن آدمی شریف است به جان آدمی، نه همین لباس زیباست نشان آدمی. خب سعدی این بیت رو که گفت تو مصرع اول شمشیر رو در آورد گذاشت فرق سر فارابی معلم ثانی، زد اینجوری تو دماغ ارسطو معلم اول تا معلمش ثالث و خالص و مالس و والس. تازه آقای فارابی هم از حکمای تفکری بود، همینطور که ارسطو هم بود. ارسطو هم آدم خیلی فرهیخته ایه، تو ماشه علم اجتماعی تولید کرده، ولی یک دروغ وارد یک حرکت شده. یعنی انسان‌های کره زمین پس چند دستن دیگه؟ یک دسته از تو عرفان، اینو میخوام بگم، بس دسته در عرفان وجود دارن که هی موضوع رو میپیچونن. و همه خود سعدی برای اینکه این موضوع رو باز کنه هی اومده گفته آقا تن آدمی، های تن آدمی، های یابو تن آدمی. این آکسونه برای اینه، چون در طول تاریخ این آخوندکا و این کشیش خرکم و این موبدکان و این حکومت ها و ایناش جمع شدن تا اصل موضوع رو گم کنیم. و همیشه سعدی چشو جبا کردید یارو صوفی نما تولید شد، عارف نما تولید شد، عارف ربانی، عارف بالله، عارف لا الله، این همیشه بوده. یکی از تخصصهای معبدان زرتشتی همون تاریخ همین بوده، هی عابد تولید کردن، عابد زاهد مسلمان ها بدن بیرون. مثل الان بیشتر مده ها 70% از مده ها زرتشتی، اگه نمیدونی بدون پول گرفتن. فهم میخوام با اسلام درگیشن، برای ما فرق نمیکنه اسلام باشه نباشه، برای ما فرق نمیکنه. ما به همه ادیان مجبوریم احترام بذاریم، چون هر دینی توسط یک گروهی کوچک چند تا دونه روحانی کشیش و خاخام و اینا چسبیده به سوفیسم. و همین خاطر به احترام این سه چهار تا دونه چون به مو رسیده پاره نکرده احترام میذاریم. همین خاطر دین اسلام هست دیگه، مجبوریم جمهوری ستا بدیم، مجبوریم احترام بذاریم. کاری که کوروش کرد همون کارم ما میکنیم، همینطور که به ترتیب اصلا باید انجام بدیم. که تو برنامه قبلا توضیح دادم، گفتم بعد از اینکه اصول دین درست میشه اون وقت رأس صبح و رأس شب اینترنت سوفیس بازه، فقط هم تو اون تو تاریخ در اصل بازه. اینه که بینید نماز ظهر میکنن نماز عصر میکنن هیچ چیزی باز نیست اونجا، اون فقط عادتیه. اصل موضوع رو صبح و شب، صبح صادق دیدی، صبح صادق، صبح کاذب شنیدی؟ یه تاریخ هست در یک جایی در جهان هستی یک اینترنت جهانی میاد، هر کسی که اونجا بشینه از عرفا و صوفیان ریسارتی ها اونجا میشینه و تو اون تایم، تو اون تایم وصل میشه به اینترنت صوفیسم، بهش میگن نماز. یعنی فروع دین برای این تولید شد که اول اصول دین رو یعنی صوفیسم رو پیدا کنیم و بعد با فروع دین مراحل بالا رو طی کنیم، یعنی همونطور بریم جلوتر.
بعد خود تمام ادیان میبینی که همیشه بوده، در تمام ادیان یه سه چیزا همیشه هست، غسل همیشه همه جا هست، بیعت کن همه جا هست، نماز همیشه هست، روزه همیشه هست. این تمام ادیان 5 میلیارد سال دیگه هم بیاد این ادیان باید باشن. چرا باید باشه؟ برای اینکه این رابطه ریستارتیات با صوفیسی چرا دی مردم نره. خب پس بعضی از این عارف نماها اومدن تولید شدن. یعنی چی؟ یعنی در دوران هندوها مثلا، حالا هم مثلا عرفان هندی، عرفانهایی تولید شده که مثلا یارو مرتاض اینجا نشسته سیخ کرده تو هیکلش و با یک سری رفتارهای بسیار ساده علمی خیلی کوچولو تونسته چشاش رو باز کنه اون ته یه چیزی ببینه. مشروب برای چی اومده؟ عرفا مشروب دادن بیرون برای چی؟ برای اینکه این بدبخت مستیا بفهمن که یه مستی دیگه هم هست، مثل تخت نرد که اون دفعه گفتم 12 تا خونه داره، این عدد 12 جهان هستی بین 12 و 1، مثلا 12 تا 1 جهان هستی که عالم ملک هر چی خدا آفریده بین 12 و 1، یعنی تا 1، بقیه اصلا عددی وجود نداره. من خودم تو تختم 12 تا خونه اینور گذاشتم، اگه 13 تا بذارم تاسا تغییر میکنه بازیش. از خود ریاضی و عرفان و فیزیک رو دادم بیرون، این نه برای که بازی کنی، نه میخوام به این قمار بازه بفهمن آقا یه چیزایی این وسط هست. و من میخوام به مسا خیلی احترام میذاره عرفان، میگه یارو مسه، اقلا یه چیزی فهمیده، سرش گیج میره، فهمیده یه جای دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست، حالا مولوی بخونی چی میشی؟ حالا این عارف نماها همیشه پیچوندن، به همین خاطر عرفا اومدن در ابیاتشون و در حرفاشون این راه ها رو هی بستن، هی گفتن آقا اشتباه نکن. پس مرتضا با تمرین جسمی دارن تلاش میکنن که به گاد برسن، و همونش که ریاضت هم در تصوف حرام هستن. حالا اینجا یه روی کاری میکنه اشکال نداره، یعنی که شما الان بلند شید مثلا خودت دستت اینطوری کنی فشار بدی تا یه چیزی بفهمی، مشکل داری شما. حرام یعنی حرام، یعنی این حرام، یعنی که کار بدیه، به گاد نمیرسی. پس بغل عرفان حقیقی اومدن گروه ها هم تشکیل شدن. چیکار کردن؟ تو مصرع حالا یک بار دیگه تفسیر دیگری از همین شعر میذاریم. تن آدمی شریف است به جان آدمی هم. یعنی چی؟ یعنی عقل سالم در بدن سالم نیست. مثلا ایرانی ها میگیم دین چه؟ ما مسلمانیم، شیعه، 12 امام. میگم خب حالا تو شما یه دختر میری تو خونت بزرگ میکنی، از پرورشگاه میری تو خونت بزرگ میکنی، آیا میتونی باشه ازدواج کنی؟ نه حرامه. میگیم علق محمد ابن عبدالله خود همین کاری کرد که به تو بفهمونه این آیین زرتشتیه، باطل شده. نه بعد در ذهن مردم میگن نمیفهمن، یعنی میگم ما شیعه ایم هیچ چیزی نمیدونن، ما سنیم هیچ چیز سنی نمیدونن، ما مسیحیم هیچ چیز مسیحی نمیدونن. خب پس کلاس عرفانی فضای مراحلی که میگن تن و روان دعوا از اینجاست. یعنی بودایی ها همین کاری کردن، یهودی ها همین کاری کردن، مسیحی ها همین کاری کردن، میرن راهبه میشن میرن اونجا، بس همینه ریاضت دیگه، ازدواج کنیم میریم اونجا. چیکار کنیم؟ تن رو کلش و عرفا ریختن به هم. یعنی پس این مصره رو اصلا برای تو نگفتن، اینو برای دانشمندا و فیلسوفا گفتن، گفتن آقا چرا دروغ میگی، چرا کلک میزنی، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اینطوری تو به هیچ جا نمیرسی. دوران زرتشت هر چی بوده، مال دوران زرتشت، یعنی اصلا تو به جایی نمیرسی. تو هندی ها بله ما میریم اینجوری میکنیم میریم به خدا میرسیم، نمیرسی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، یعنی کات زد، گفت هیچ رفتی به تن نداره، یعنی شما دو تا پا نداری دو تا دست هم نداری، به گاد میرسی، بله میرسی، من یه ششم کوره، به گاد میرسم، بله میرسی، من سرطان ریه دارم، به گاد میرسم، بله میرسی. مثلا تن رفتی به گاد نداره. این همه عرفا توضیح دادن که آدم سوار ماشین، ماشین تنه، من رانندم، با
بازم اینو میچسبونن به هم، ماشین خوب مسیر رو میبره. هی میگن ماشین خوب تو مسافت میره، ماشین بنز بهتر از ماشین فلانه. هی میگیم آقا ماشین بنز مهمتر از ماشین فلان نیست واقعا. اصلا مسیر روح در بدن من برای همینه. یه وقتی من چشمامو میبندم برای دنیا میمیرم، اون دنیا چشمامو وا میکنم، باید مثالی از این دنیا باشه توش من اونجا رو ببینم دیگه. شما الان فیلم سینما نگاه میکنید، اون دفعه هم گفتم بعد از مرگ شما وقتی میری وارد بهشت میشی یه کانال داره شبکه دیگه، تلویزیونتون تو کانال داره دیگه، میزنی 25 بیلیارد این حیواناتی که اومدن رفتن، هنرپیشه ها و اینا، این حیوانات فیلم سکسی دارن، فیلم بازی دارن، فیلم عشقی دارن، فیلم قمار دارن، میشه فیلم فیلمش رو الان دارن دوربین ازش داره فیلم برداری میکنن، از این مردم کره زمین داره فیلمش رو میسازه اونجا ببینی. بعد یه دم میرم وارد جهنم میشه، حالا به قول خودم وارد جهنم میشم، به صورت مستقیم داره شما میبینی. یعنی میتونه برید کانال بزنه بگی مکارم شیرازی در فلان تاریخ میره اونجا میاد و قشنگ نگاه میکنه مکارم، میگه اونم تو رو میبینی و فقط فرقش با بقیه تصاویر اینه که دو طرفه است. یعنی همینطور که شما مثل اسکایپ اون هم داره شما رو تا میبینه. یعنی اگه 50 نفر سرچ کنن مکارم شیرازی، مکارم 50 داره میبینه، غلط کرده هم به بخم میگه. حالا این دنیای اون بر همه این دنیای این بر است. پس شما چشاتو میبندی، از یه بازی شروع میکنیم، چشاتو میبندی، چشاتو باز میکنی، دو تا گزینه بیشتر وجود نداره. یا روح انسانی در شما وجود داره که میری بالا، یا روح انسانی در شما وجود نداره، بالا نمیری. این روح انسانی را فقط یک نفر در جهان هستی میتونه به تو انتقال بده، یعنی نطفه شما رو بکاره. یعنی روح انسانی این نتیجه است. روح انسانی موجودیه که نفخت من روحی باید بیاد. راز از اینجا شروع شد. پس دو تا 5424 سال داریم. یه 5424 سال قبل بود که خدا حضرت آدم رو آفرید، توش دمید. یه دونه دیگه هم دمیدن داریم، لحظه‌ای که شما متولد میشی تا لحظه‌ای که میمیری، این دمیدنه تو تو هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما صوفیسم رو پیدا میکنی، صوفیسم نفختون به روحی میکنه، یعنی در تو میدمه، میفهمی؟ یعنی پس روح انسانی در جهان هستی وجود نداره. اینه میخواستم بهت بگم بفهمی. همه موجوداتی که در جهان هستن هیچ روح انسانی ندارن توشون. روح انسانی آمدنی بود نه آموختنی. اینه میخواستم رازش فاش کنم. یعنی همه مردم کره زمین میمیرن، همه روح حیوانی هن. روح حیوانی زجر میکشه، شکنجه میشه کرد. روح انسانی، یک فردی روح انسانی رو میدمه تو تو. پس پس وقتی ما میریم اصول دین رو پیدا میکنیم، کشف میکنیم، ماتریکس میخواد باز بشه، صوفیسم رو پیدا میکنیم، برای این عیسی رو پیدا میکنیم که میریم میگیم عیسی بدم تو ما. آف کورس. برای همین اینجوری نیست که شما 500 نفر وایسین وسط بیابون بعد صوفیست بگه های شما دیگه مسلمانید، شما ریستارتید، انرژی میدیم ریستارتید. دونه دونه رو باید ببره. برای همین صوفیسم یکی از مشکلاتش اینه، 7-8-10 تا صوفی و مثلا 20 تا صوفی داره تو مسیحیت، داره تو همین جا داره. اینا میرن هر آدمی که صوفیسمو بیابه باید بره نزدیک ببینه، یقش میچسبه میگه بشین اینجا حالا میدمه توش. یعنی با یک سیم میکنه توش، اطلاعات میریزه توش. یعنی هر ریستارتی تک تک برای صوفیسم مهمه، تک تک بچه هاش میشن از اون زمان. برای همین عیسی رفت یحیی گفت شما خیلی آدم بزرگ، چون عارف بود دیگه، یحیی میشناخت نگاهش که گفت چقدر آدم مهمی هستی، هیچ کی نمیدونه این برای چی رفته. که عیسی خیلی ساده بود، رسید به یه سنی، یکی از خاله هاش اومد راز، حالا میگن خاله هاش یا هر کسی، دختر خاله هاش اومد راز فاش کرد، گفت تو بچه این یوسف نجار نیستی یا؟ گفت بچه کیم؟ گفت بچه گادی. گفت ببندن بچه گاد چیه؟ گفت مامان رفته یه جای خدا باش. آره مامان رو گرفتی، یعنی مامان رفته یه جای خدا اومده و یکی دیگه بوده دیگه، شما چه خری نفهمیدین؟ گفت نه آجی واقعا گاد اومده. گفت من تا نرم پیدا نه، من تا نفهمم قبول نیست. رو کرد مادرش که مادر من نمیگم تو گناه کردی، نه ولی من باید برم پیدا کنم، شما مگه نمیگی گاد هست؟ گفت بله. گفت برم پیداش کنم، نشون بده گاد. گفت نمیدونم، میشناسمش ولی نمیتونم تو نشون بدم، بعد بری صوفیسم پیدا کنی. صوفیسم کیه؟ گفت صوفیسم موجودی، یک انسانه، باید اینو پیداش کنی، اون نجات میده تو.
و عیسی رفت رسید به یحیی. یحیی گفت خیلی آدم بزرگی هستی شما، فعلا شما این شما فعلا، و قسل داد. یعنی یک نفر مهمه، یک نفر نرفت اونجا بگه همه کله ها تو آب، همه کله تو آب، حالا کله ها بیرون کنه. صدق الله العلی العظیم بفر مسلمان، آخون جلو بقیه پای سر، الله اکبر الله اکبر. آجی اینجوری نیست، تک تک. حالا فکر من صوفیست، 8 تا 10 تا هم صوفی دارم، این چند میلیارد چجوری باید تو صف وایسن؟ پس روزی که صوفیس لو بره شما باید صف ببینی، مثل صف نونواری میبینی، صف بنز میبینی، احمقا خور و خواب و خشم شود میبینی، صف صوفیس هم داریم، از این صف باید ببینی. یعنی 1.5 میلیارد وایسدن بغل در خونه یک تن اسدن که پشت این برای بوده باید وایسده باشن. اون وقت اگه این لو بره که حکومت نمیتونه بکشه این داره که، ولی حکومت یحیی رو کشت، حکومت زکریا رو اره کرد، حکومت جیزت رو کشید بالا. کی بهش کمک کرد؟ ادیان، حیوانات دیگه. از نمبر وان حیوانی، نمبر تو نجات نیست. این دروغه رو باور نکن، میمیری و میمیری. نمبر تری سوفیس رو باید پیدا کنی، بری بگی نفختو به قول آخوندا بدم به من روح انسانی. سوفیسم روح انسانی رو در دل شما میکاره، یعنی یه نطفه میکاره اسمش از روح انسانی، اون شروع میکنه روش کردن. بعد که میمیری روحت میمیره، چشات باز میشه، میری بالا سره میبینی آ این حیوانه، من حیوانه، روح حیوانی. اینجوری میشه روح نباتی بعد از مرگ هنوز ادامه داره، میدونی تو قبرم روش میکنه موها، روح نباتی هست دیگه، دردی نداره که، روح نباتی هست. روح جمادی که بدنه، روح نباتی هم که همین موها و ناخون اینا روش میکنه وقتی دفنت میکنن. یه روح حیوانی داره که لحظه 10-5-6 دقیقه است که دست و پا میزنه دارن میکشنه. روح انسانی بلند میشه نگاه میکنه، یو وات ایز دیس، این منم. یاره پس روح حیوانی میمیره، با تو نمیره. های تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی وقتی شما میمیری پول و مقام و پست با تو نمیاد، خونه با تو نمیاد، غذایی که خوردی با تو نمیاد. یک روحی رو که اگر سوفیست تو رو پیدا کرده باشه در تو بدمه، این نطفه روح انسانی در تو کاشته میشه، شروع میکنه روش کردن، این روحه میره بالا. چه لباس زیباست نشان آدمیت نمیره بالا، یعنی پس هیچ چیز دیگه در کره زمین در جهان هستی با تو نمیره بالا، حتی خورشید، حتی کهکشان ها. یه دنیای جدید باز میشه. ما اینو میخوام بهت بگیم، تا روح انسان نشی بالا نمیری، دارن به دروغ میگن. خوشگل من، عزیز من، فدا چم، اینا دکونه، تو یک خر و گاوی هستی که داری میری روزی 18 ساعت کار میکنی، 15 ساعت کار میکنی، مثل بز، مثل برده، واسه اون پول داره، اون پول داره میخوره، اون بالا همه خبر دارن. یکی از دلایلی که میرن صوفی رو میکشن برای اینکه میرن پیش صوفی سردارداران حکومت ها، میگن ما رو میبری اون بر، میگه نه بیا، میگه میکشیمت، میگه بکش بابا، تو رو نمیبرم. از اینه جنگ شروع میشه، یعنی اون خبر دارن. اون یارو که تکدر ادرار داره خانم مرکل در جریان ریستارت کاملا هست، میدونه که میمیره دیگه بالا نمیره، اون پیام میزنه، میگه این 5 تا رو سوار کشتی نوح میکنه، میگه بیا پسرمو سوار نگردم، بیا نمیکنم، برو. میگه حالا که اینجوریه میکشن. جنگ از اینجاست شروع میکنه، کشتن شروع میکنه، تجاوز کردن شروع. پیش خودش منطقی فکر میکنه، حیوان باشعوریه دیگه، میگه آقا اون دنیا رو که ندارم بذار سکس کنم، بذار بخورم، بذار آدم بکشم. راز مهم اینه که تو نمیدونی سران مملکت ها دم باسن صوفی سجده ها رو سجده هست، همه شون میدونن موضوع رو. اونجا پارتی بازی نیست، صوفی میگه نه، میگه من عموتم ای محمد، میگه تبت یدا ابی لهب و تب، بزن میزنه. فهمیدی؟ اون داستان نفختم روحی فهمیدی چی شد؟ باید ببینیش به تو بدمه. روح انسان دمیدنیه و ز بالا میروی بالا میره. حمله دیگر برایم از بشر،
حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. این روح انسانی میره بالا. خب پس سعدی چی گفت اینجا؟ اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی میکشی نفس که زنده باشی، گوش میشنوی، مهمه دیگه، دهان میخوری، چشم مهمه دیگه، الان که بگم دختر خوشگل نشناسیش چشش نبینی لذت نداره، پسر خوشگل لذت نداره. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار یعنی 7 میلیارد کره زمین و میان آدمیت و عیسی، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان 7 میلیارد خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه آخون باشد که همی سخن بگوید به زبان آدمیت. خودش نمیفهمه، قد قد میکنه، توتیه، فقط حرف مف میزنه، مطلب رو نمیدونه. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. خب یک نتیجه خیلی ساده باید بگیریم. تو این نتیجه خیلی ساده راز جهان هستی یه تغییر کوچولو میکنه، که اگه تو باشه گفتم که بچه ها پدر مادر رو انتخاب میکنن، یعنی بچه زنش رو انتخاب میکنه، کجا؟ تو شکم مادر، قبل از شکم مادر پدر مادرش انتخاب میکنه. چجوری انتخاب میکنه؟ برای اینکه گذشته و حال و آینده همه در آن و در اون لحظه بعد از فضای نسبیت آلبرت اینشتین به نوعی به عبارتی در کوانتوم تو اون لحظه اتفاق میفته و در اون لحظه اون گربه تصمیم میگیره که زنده باشه یا به قول گربه شرودینگر که یا مرده باشه. این میشه زمان حال اون گربه و اون گربه ثانیه بعد هم همینطوریه. همه ادیان و حکومت ها میخوان به تو بفهمونن که تو از شکم مادر به دنیا میای، اگه آدم خوبی باشی، کار خوب کنی، بری اینجا کلیسا پول بدی، کنیسا پول بدی، اون کارا رو کنی، میری بالا و میرسی به جایی که خدا رو میبینی و اینا. در صورتی که دقیقاً عرفان و تصوف برعکسه، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. انا لله انا الیه راجعون یعنی همین، یعنی اصلا داستان عوض میشه. پس انسان‌ها، یعنی اونایی که روح انسانی دارن، دقت کنید، روح انسانی از بیرون میاد، در جهان هستی نیست، در عالم ملک نیست، در عالم ملکوت نیست، در عالم جبروت نیست. روح انسانی یک چیزیه، یک موهبتیه که هو میده به الله، الله میده به هر کسی که دلش میخواد، مستقیم به اون داده میشه. یعنی روح انسانی وقتی که من به دنیا میام، میخوام بمیرم، روح انسانی میخوام انسان بمیرم، چون حیوانم دیگه، همه مردم کره زمین حیوانن، یه زمانی انسان میشن. زمانی که این انسان میخواد بشه، این روح از خارج جهان هستی، از اما وارد میشه، از هیچ. میگن اما میبینی در دنیا آقای فلان مولوی میگه، یعنی همین. حالا بعضی میگن اما، در اصل اما هم. اما چیه؟ اما مکانیه که هون توه. خب این سواله دیگه، هو در جهان هستی، همه چی جهان هستی تو انسان کامله، در سوفیسمه، و بعد تو خدا چیزی تو دل آدمه. پس این خدا هم منبسطه هم منقبضه. این خدا یه موجود جدید دیگه، یه شکل جدیده، یعنی یه شکل جدیدیه که تو هندسه تعریف نشده، یه شکل جدید باید کشف کنیم، اینو باید بیایم فضا رو ببینیم. پس نتیجه میگیریم، پس انسان از کجا شروع میشه؟ انسان ابتدا با هوه. روح انسانی یعنی این، یعنی چیزی که سوفیس به تو میده از هو میده،
این شرط پیدا کردن سوفیسمه. پس این جهان هستیه که عالم جبروته، اینجا عالم ملکوت فرض میکنیم، اینجا عالم ملک، شما در عالم هپروتی تو ذهنت، این احمقا میتونی میچرخیم. این سه تا جهان بالاش سوفیسمه. این سوفیسم یه چیزی از هو میگیره به نام به نام روح انسانی، اینو نفختو میکنه به هر کی دلش میخواد. پس ابتدا روح انسانی در عالم جبروته، بعد میاد تو عالم ملکوت، فرشته ها، موجوداتی که حالا وجود فرشته، یعنی موجودات، موجوداتی که علمیه اونا میبینن، بعد تازه متولد میشه در تن آدمی. و یارو یوگا کار میکنه، فکر میکنه که با یوگا میرسه به گاد. اون زمانی که یوگا اوکی بوده، اون صوفیه مجوز داشته انجام میداده، الان که دیگه یوگا تو رو نجات نمیده که. اما تفکرات دین محمد اصلا شما نجات نمیده، تفکرات دین موسی اصلا نجات شما رو نجات نمیده اصلا. صوفیسم الان شما رو فقط نجات میده. پدرت گیرید فاضل بوده، آقای زکریا آدم بزرگ صوفیسم بوده دیگه، عیسی که اومد عیسی ناجی بوده. پس تفاوتش در اینه که شما نیومدی از کره زمین بری بالا، شما از بالا اومدی کره زمین، نال لای نه راجمون بعد بری بالا. این یه مسیر دیگه است، میفهمی اینو؟ پس با کار خوب کسی نمیره توی بهشت. که تو این برنامه میخواستم توضیح بدم بهشت و جهنم رو، که هفته دیگه این هم رو باز کردیم، برای اینکه هفته دیگه راز مهم شکل جدید بهشت و جهنم رو برای شما باز کنیم، که اصلا بهشت یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ چرا دنبال حورالعینیم همه؟ اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، نه برود. پس معلومه درنده خویی ز طبیعتت میمیره، نمیره. میتونه بگه اگر این درنده خویی ز طبیعتت برود، نمیرود، بمیرد، همه عمر زنده باشی. به روان آدمیت، نه تن آدمی. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت؟ بدر آی تا ببینی طیران آدمیت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مکان آدمیت، نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. نه بیان فضل کردم، خوشگلای من، مردم عزیز، ایرانی عزیز، ژاپنی عزیز، افغانی عزیز، نه بیان فضل کردم که بگم حسینی میفهمه ریه سارته، نه، که نصیحت تو گفتم. گفتم بدون حیوانن همه، باید روح انسانی در تو وارد بشه، راه نجاتی وجود نداره. هم از آدمی شنیدم، از صوفیان و عرفا شنیدم بیان آدمیت. تا برنامه دیگر بدرود.